اعمال سیاست های اقتصادی حمایتگرایی دونالد ترامپ و برنامه وی برای محدود کردن واردات چین از طریق افزایش مالیات های گمرکی می تواند در نهایت برای اقتصاد چین دستاورد مثبت هم داشته باشد مخالفت دونالد ترامپ با پیمان تجاری و سرمایه ترانس آتلانتیک حضور این کشور در آسیا را کمرنگتر کرده و در نتیجه فضا را برای گسترش فعالیت های چین بازتر خواهد کرد چین باید یک طرح جامع برای برآوردن انتظارات بخش صنعت و پشتیبانی از روند رشد اقتصادی تدوین کند این مهم با تعیین منطقه آزاد اقتصادی بازرگانی در ناحیه آسیا اقیانوسیه ممکن خواهد بود پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری اعتراض عده‌ای را در پی داشته که نگران انزوای اقتصادی و حتی سیاسی کشورشان هستند افزایش مالیات گمرکی مربوط به کالاهای وارداتی چین و رساندن آن به رقم 45 درصد به جای 4.2 درصد که در برنامه های دونالد ترامپ جای دارد تاثیر مخربی بر روی صادرات و روند رشد تولید ناخالص داخلی چین خواهد داشت اما از سوی دیگر چین هم می‌تواند از حجم معاملات تجاری بازرگانی خود با ایالات متحده بکاهد به عنوان مثال کاهش میزان سفارشات هواپیما به شرکت بوینگ میتواند خسارات سنگینی به صنایع آمریکا وارد آورد